کجا میدین بی معرفتا؟ بازم تو نصف شب منو ول نمیکنه؟ ای بابا چرا دست از سرم ور نمیداری بچه؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوام برم یه چه قایمت کنم. نمیشه، من باز اینجا بمونم تا باز دوباره رفیقات برگردن. مگه من با تو چیکار کردم؟ آخه کاری که نکردم، اگه کردم اشتباه کردم. بذار برم، تو که نمیدونی من کی بودم و چی شدم. بذار یه دقیقه زندگی بابا صد بگم، فقط یه دقیقه گوش کنم. حالا تو بگو یکی مثل من اینجوری با تیپا انداخته باشنش تو خیابون، اونم آواره و سرگردون، اون وقت مقصر منم یا جامعه؟ تو بشین یه کمی بکن کلاتو قاضی کن، بعدش دیگه خود دانی پسر جون، خودت قاضی باش. آره دادا. دست خالی اومدی آقا پسر؟ پس نهارم چی میشه؟ اون حرفات، تو واقعا بیگناهی؟ واقعا مقصر جامعه است که تو رو به این راه کشونده؟ من گفتم تو میخوای باور نکن، دیگرون باور نکردن، شما باور نکن، بذار گناهش گردنتون بمونه. اگه آزادت کنم وجدان خود راحت میشه، وگرنه من که این تو خیالم آسوده است. میبینی آقا پسر، از وقتی برات گفتم همینجور ناراحتی. آخه نمیدونم راست گفتی یا دروغ. واسه چی دروغ بگم؟ هر چی گفتم سرگذشتم بود دیگه. میل خودت آقا پسر، یعنی خود دانی. آفری کلم، آفری پسر. چی شد؟ بچه رو موندی؟ تو هم شنیدی؟ چی رو؟ صدای سوتو. خیال کردی؟ واز کن زودتر، واز کن، واز کن بار کلم. تو حق نداری آزادش کنی. من که تو رو آرزو نکردم. اون دفعه گفتی هر وقت آرزوت کنم. من این دفعه به عنوان وجدانت اومدم. پس چرا موندی؟ اگه میخوای واکنی واکن زودتر. نه این بیگناهه. تو از کجا میدونی؟ خودش گفت. تو هم باور کردی. تو با کی حرف میزنی؟ با وجدانم. ای بابا، دوباره گیر افتاد. شرط فقط حرفای این نیست. تو حرفای دیگرون هم شنیدی؟ همون مادام سینما چیه که اینو میشناسه؟ رفتم بپرسم ولی نبود، سینماش هم تعطیل بود. خب میرفتی در خونش، همون بغل سینما، خودت که بلدی. خب پسر جان، نگفتی بگو ببینم چی میخواستی بپرسی؟ راجب سگ گنده. سگ من گنده نبود. آره سگ من خوب بود، میفهمی؟ سگ من مهربان بود، یک سگ مهربان بی‌آزار. این سگ گنده؟ میدونی؟ اون وقتا گنده نبود، البته هیکلش گنده بود ولی خودش گنده نبود. یعنی چی؟ یعنی گنده بازی از خودش در نمی آورد. یک سگ گنده ولی مهربان و آرام و بی‌آزار، که فقط سرش به کار خودش گرم بود. خیلی خوشمزه، البته به اندازه قهوه های شما خوشمزه نیست ولی خیلی عالی. میدونی داشتم از این صفحه حوادث میخندیدم. چی نوشته مگه؟ حالا این یکی رو گوش کن. دزد شاکی. یک دزد که در نیمه شب دیروز وارد خانه ای شده بود، از سگ آن خانه که پاچه او را گرفته شلوار گران قیمتش را پاره کرده شکایت کردن. اون دیگه پیر شده بود، کم کم فهمیدم دیگه پیر شده. افسوس
افسوس. سگ مهربان، سگ مهربان بیدار شد، سگ مهربان. این صدای چی بود؟ همین صدا، این صدای چی بود؟ گوش کن. صدایی نبود. صدایی نبود؟ نه، صدایی نبود. آها، خب، پس حتما خواب بودم. بله، خواب دیدین. شما بریم بخوابین، خیالتون آسوده. من بیدارم. نه 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 نه، من دیگه خوابم نمیبره. تو برو بخواب. نه نه، ساعت 6 هنوز زوده، من بیدارم، شما برو بخواب. باشه باشه، من میرم. خب چیزه سگ مهربان، من میخوام خونه رو بفروشم. خونه به این خوبی رو؟ 6 تا اتاق و حیات به این بزرگی و باغچه و دار و درخت؟ میدونم، برای یه پیرزن تنها خیلی خیلی بزرگه. واسه یه تو هم مراقبتش سنگینه. میخوام یه جای کوچکتر بگیرم. کجا؟ یه سینماست تو محله آسمان که میخوان بفروشنش. اونجا رو بخرم خوبه. بعدشم از اون محله کندیم و اومدیم اینجا. آخه چی شد که بد شد؟ از وقتی که اومدیم این محله، این خونه، یعنی اینجا چی کار میکرد؟ دائم پاچه میگرفت نامهربان. ای دوست نامرد، این یفه دیگه ما چودو گرفتم. یفه کجا میخوای در بریم؟ آهای دو یواش دو چی شده؟ یه سرکار، خودم گرفتمش. این دوزه داشت یواشکی در میرفت، گرفتمش. سرکار به خدا، این دوز نیستم. این دفعه دوماشی که این میاد پاچم میگیره. دوز نیستی. سرکار خودتون به بغچش نگاه کنین. نونه سرکار، به خدا نونه. نونه میگه نونه. پس چرا پس میکشی؟ پس چرا داشتی دزدکی میبردیش؟ ها؟ خورده هش میریزه. برش ببینم. هش میریزه. آقا سرکار. سکه. حالا ببینی. بازش کن سرکار. بله. حالا ببینی. چی شو؟ نونه. این که واقعا نونه. بله نونه سرکار. ولی شما چرا؟ شما که دیگه بینوایان رو خوندین. جان والجان بینوام از نون دوزی شروع کرد به شهرداری رسید. دیگه شما هم بیرونش کردی؟ نه، خودش رفت و دیگه نیومد. رفت و شد چی؟ سگ ولگرد خیابون. خب چه کنم؟ خودش اینجور خواست. خب دیگه چی میخوای ازش بدونی مهربان پسر؟ هیچی، برام خیلی عجیبه. واسه چی برای گشنگی ولگردی تو خیابونا رو با آسایش اینجا ترجیح بده؟ خب همین دیگه، چی میفهمه آدم؟ بابا سوخ دیگه خوبه. اگه واسه منه، من همینجوری دوست دارم. اینقدر دلم آب نکن، بیا دیگه. باشه الان میارم. بیا. بیا بخور.
تو خیلی گناه داری. میدونم خیلی. من دلم برات خیلی میسوزه. قربونتو منم دلم واسه خودم میسوزه، ولی اون یکی سیخ نسوزه. نه دست باقت بد نی. میدونی برعکس ظاهرت ته دلت مهربونی. کوچی گدم تو منو درک میکنی. کاری که تو کردی هیچ کس نمی کنه. چه کاری؟ خواستی دیگه باعث دردسر مدام بیچاره نشی؟ خودت آواره کوچه ها کردی. چی؟ من آره که... تو حاضر شدی سگ برگرد باشی ولی باعث دردسر مدام بیچاره نباشی. من؟ چی؟ خود مادام گفت، البته واضح نگفت. حالا از حرفاش فهمیدم خیلی با معرفتی. خب آره باید با معرفت بود. راستش تایدنم یه جوری تو رو بیگناه میدونم. خب منم از دیروز همینو بهت میگم. چه عجب آخرش فهمیدی. فکر میکنم حق با توه. البته که حق با منه. ببخشید در چه ماره؟ این که مقصر جامعه است. بله مقصر جامعه است. جامعه منو کشونده به کارهای خلاف. باید یخه جامعه رو گرفت نه منو. البته دوست نابابم بی تأثیر نبود. بالاخره احمدی پسر جان. میدونی چقدر منتظر بودم؟ ببخشید آوردنی سخت بود. بچه ها این دیگه کیه؟ اسمش سرکار بارانیه، همکارمه. گیسو بچه ها آوردنش. ای وای بدبخت شدم. واسه چی آوردنش؟ خب منو تحویلش بدن. نه راست میگه، در واقع تحویلش بدن به قانون. دیگه از دست تو کاری بر نمیاد. راست میگه. چی؟ این بیگناهه. اینهاش مدام هم آوردم که شهادت بده. نه پسر جان مهربان نه، من نیامدم شهادت بدم که این بیگناهه. من آمدم که اگه لازم شد فقط شهادت بدم. ولی این بیگناهه. ما هم بیگناهیم. خب که چی؟ ولی خیلی گناه داره. ما هم خیلی گناه داریم. خب که چی؟ میخوام آزادش کنم. آفرین. چی کار کنی؟ که دوباره نذاری بازی کنیم؟ که بازم بیاد پاچه‌مونو بگیره. خوشی زیزی دلت. برو کنار. سرکار تازه پاچه خود اینم دیروز گرفت. ولی من رضایت دارم چون تقصیر این نبود، تقصیر اونایی بود که اینو شیر کرده بودن. این واقعا بیگناهه. بهشون بگو که تو تقصیری نداری. من تقصیر نهرم، من بیگناهم. آره میدونم همه مجرما همینو میگن. بله بچه ها حمیدو بکشید کنار. بیه نشون کمک کنید. چی کار داری بچه مردم؟ بیدش کن امرو به بچه مردم رسیده. بیه کنار با تو هم چی کاری داری؟ چی کارش داری؟ حمید آقا چی شد؟ نداره تفت دنم. نداره آرام باش تو
سعی خودتو کردی. جایی تو بر بگو. نمیگم آزادش کنید. نمیگم آزادش کنید. فقط بهش یه فرصت. فقط بهش یه فرصت بدید که براتون از خودش بگه. از سرگذشتش. از سرگذشتش. از اینکه کی بوده. چرا اینجوری شده؟ چرا اینجوری شده؟ اون وقت قانع نشدی تحویلش بدید. چی؟ فکر کردی ما فرصت میدیم اون ما رو مثل تو خام کنه؟ برو بابا، سرکار بریم. دست پای ما رو شیکوندن دیگه. سود زدنم بیفایده است. نمیدونم دیگه چطوری میتونی رازیشون کنی. باشه ببرید، ولی یادتون باشه اون وقتا که هر کدومون اشتباهی میکردیم پلیس آسمانی به اون فرصت میداد حرفمون رو بزنیم، مشکلمون رو بگیم. آفرین، اینا رو به گیسو بگو، مخصوصا تو گیسو خانم. بگو چند نفر یادت نیست؟ اون چند نفر یادت نیست؟ یادت رفته اون شب چهارشنبه سوری آتیش بازی، آخر شب هم قاشق زنید، بعدش هم پلیس آسمانی؟ به خدا مال مردمه. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه آروم. چیزی دیگه بر نداشتی؟ درست حرف بزن ببینم چی شده. دستم درد نکنه. آفرین، وظیفه وجدانی تو خوب انجام بده. حالا باید دید خودش چی کار میتونه بکنه. بقیه بچه ها مثل تو بهش حق میدن یا نه؟ عینکی نمیذاره. میدونم عینکی ولش نمیکنه. خب بگو، زودتر حرف بزن، ما کار داریم. من بیگناهم، من تسخیر نرم، من قربانی جامعه هم. مقصر اصلی جامعه هست که منو به این راه کشونده، ولی شما به جای اینکه یخه جامعه رو بگیری منو گرفتین کردین تو قفس. من بدبخت مصیبت زده رو، من بیگناه فریب خورده رو. آخه ظلم و بی‌عدالتی تا کی؟ چرا باید من بیگناه تاون این جامعه یه بیرحمو بدم که به زور به زور منو کشونده تو کارهای خلاف؟ این حرفا چیه؟ سرکاری داره شعار میده. اینا نه، از خودت بگو، از زندگیت، از مادرت، از بابات. بشین ببینم، بذار ببینم چی میگه. بابام؟ کدوم بابا؟ از بابایی که نیدن چی میتونم بگم؟ من هیچ وقت بابامو نیدم، هیچ وقت. یعنی عادت بابای ما سگا اینه که تا زناشون آبستن میشن ولش میکنن و میرن رد یکی دیگه. اونم مادر ما رو ول کرد و رفت. یادم اون نصف شب وقتی که چشوا کردم، یعنی به دنیا اومدم، اولین چیزی که دیدم عکس یه بچه بود روی دیوار که به من میگفت که البته مذهب بشم که مذهب نبود، یعنی یه زمانی بود، ولی بعد مرگ خانم دکتر دیگه متروکه و خرابه شده. بعد از اون من بودم و سه تا خواهر و برادر که از صبح تا شب تو اون مذهب با هم بازی کردیم، میزدیم تو سر و کله هم، از سر و کوله هم بالا میرفتیم. چقدر خوش تا غروب که
گاهی هم یه تیکه استخون با خودش می آورد تا ما تمرین کنیم چجوری به استخون سر بزنیم. البته هنوز دندون نداشتیم ولی خب تمرین چه روزای خوبی بود. ولی حیف، حیف که دووم نداشت. تازه دندونامون در اومده بود که یه روز صبح زود خواهر بزرگه، همون که از هممون زودتر به دنیا اومده بود، هممونو بیدار کرد. یعنی تو ذات ما سگاست که تا بچه هامون دندون در میارن دیگه بعد از اون خودشون مسئول خودشونن. یعنی هر کی باید پاشه بره دنبال نون خودش. اونام هر کدوم پاشدن و رفتن که تا شب یه لقمه نون واسه خودشون پیدا کنن. منم رفتم. از همین جا بود که من واسه اولین بار پا گذاشتم به جان. بعد از اون تو محله حیات من بودم پرپایی و پراز. خیلی شبا یا گرسنه میموندم یا از سرما میلرز سگ لرز کشیدم. ولی روزا از شبا بدتر و ترسناکتر شدم. هیچ وقت یادم نمیاد جان من فرار میکردم و یه گله بچه با چوب و سنگ دنبال بودم. نه اینکه من کاری کرده باشم ها، نه، این واسه بچه های محله حیات یه بازی. برید کنار، برید کنار بچه های نامهربان. بازم باز تا یه طول سگ دیدین سنگ چوب برداشتین؟ آخه گناه نداره این بیچاره؟ حتما باید بیام به مدیرتون بگم؟ اسمت چیه پسر نامهربان؟ همینجا بود که اولین بار اونو دیدم. کجا؟ مثل یه فرشته نجات یهو بالا سرم ظاهر شد. ترسیدی حیوان؟ ترسیدی؟ آخه همینجوری نبود مادام خانم جون. چرا؟ چرا؟ حرفش راسته. اون وقتا تازه شوهرم مرده بود. خدا رحمتش کنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون مهربان. بچه همم دیگه رفته بودن، من بودم و یک خونه بی کس و همدم. خب چه کسی بهتر از این که مواظبم باشه، که خونم رو مراقبت بکنه؟ بله، همه ی بدبختی من از وقت شروع شد که اومدم تو محله شما، تو محله آسمان. چی میگه این؟ همش تقصیر اون پلیس آسمانی بود. چی میگه این؟ چرا میندازه تقصیر من؟ تقصیر رو ننداز گردن اینو، از خودت بگو. از خودم؟ از خودم چی بگم؟ وقتی امنیت باشه دیگه چه جای ما سگا؟ وقتی دوزا نباشم پس ما سگا چی کار کنیم؟ حالا اینجا سر پیری زندگیم افتاده بود تو خطر. چه خطری؟ تو که دارم دوز میگرفتی؟ راست میگه همین امیر، تو چند دفعه باچهشو گرفتی؟ خب داشت دوزی میکرد. نه من دوزیستم. تو باید راستشو بگی، تو نبردنت حقیقتو بگو، بگو چرا هی پاچه این اون رو میگرفتی؟ خب واسه این که دوز بودن. اینا دوز نبودن،
بگو که از ترس مادام این کارا رو میکرد. از ترس من؟ از ترس من پسر جان مهربان؟ چرا باید از من بترسه؟ من کی تو رو دعوا کردم؟ برای کدوم کارت تو رو زدم ای نامهربان؟ نه 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 آقا حمید، تو از من و این سگ هیچ نمیدونی. این حرفا رو نزن، اینجوری نگو. ولی همینجوره مادام، این بیچاره دیگه پیر شده بود، همش میترسید که مادام بهش بگه دیگه بهت احتیاجی ندارم برو بیرون. واسه همین مجبور بود، واسه این که تو نگرش داری یه جوری بهت بفهمونه اینجا هم دوست هست، اینجا هم ناامنه. نه بگو که نه. آره آره، مگه آخرش بیرونم نکردی؟ سر پیری در بدرم نکردی؟ آوارم نکردی؟ من تو رو بیرون نکرد. مادام تو هم دروغ میگی؟ تو نگفتی که از خونم برو بیرون؟ گفتم برو بیرون. نگفتی ولی... که هیچ وقت بر نگرد؟ گفتم بر نگرد. بعد ولی... یوم که تو خونش خدمت کردم شب تا صبح بیدار نشستن که راحت بخوابه، وقت و ناوقت دو از دیوار خونش کشیدن پایین، منو بیرون کرد. حالا شما بگین تقصیر منه؟ حق منه که بیرونم کنه؟ ساکت، منم باید حرف بزنم. ساکت، منم حرف دارم. ساکت، منم باید حرف بزنم. نامردی پسر، این الان متهمه. چی شد؟ این آدم رو متهم کردیم، بعد اجازه بدیم حرف بزنه. چی داره اینجوری میکنه؟ ساکت، اونم طبق قانون اجازه بده حرفاشو بزنه. باید حرف بزنم. ساکت. بفرمایی حرفتون رو بزنیم مادام خانم. ممنونم مهربان پسر. بچه ها اصلا اینجوری نبود. من هیچ وقت تو رو بیرون نکردم. بازم داره دروغ میگه. مگه الان خودش نگفت به من گفته برو بیرون؟ مگه خودش نگو به من گفته که دیگه هیچ شخ بر نگرد؟ نه خواهش میکنم. بله یه دقیقه لطفا. بله شاهدم. آخه منم حق دارم. خواهش میکنم. ساکت بچه ها، ساکت. بفرمایی حرفتون رو بزنیم مادام خانم. شما که نمیذارین. آخه منو آوردین به حرفم گوش کنین یا مشکلات اونو بندازین گردن من؟ ببخشید حالا بگی. من اونو بیرونش نکردم. من نگفتم دیگه هیچ وقت بر نگرد. بهش گفتم دیگه از بس پچه این اونو میگیری هی منو میکشونی به مرکز پلیس. خب این شدم. یعنی چی؟ یعنی منو بیرون کردن؟ یعنی این که زمستونی بی جا و مکان موندن، تو خیابونا یخ زدن، یعنی سر پیری بی خانمانی، بی سرپناهی، تو گوچه ها گشنگی کشیدن. بعدش هم افتاده گیره اونا، اون بچه های شر و شلوغ. نه راستش دروغ نگم بهتره، وجدانم سبکتره. اونا افتادن تو گیر من، نه همشون، یکیشون. تو محله حیات یه شب سرد زمستون بعد سه شب گرسنگی که از ناچاری برگشتم به محله حیات تا شایدم یه چیزی گیر بیارم، اونو دیدم. هیچی هم پیدا نمیشه. آقا هزاری بود، یه ساندویجم دسته که نمیدونم نصف شبی از کجا گیر آورده. خوش به حالش. البته بعدش خودش گفت یکی که دلش برای سوخته بود اونو داد بهش، ولی اون هنوز اولین گازو بهش نزده بود که یهو یالا
یالا بده هم بده همینم بده همینم یالا بده بینم میزنم تو صورت تو بده من تو نزنم تو سره خودم پیداش کردم من گوشتم بده من من گرسنه‌ام بده من میزنم تو سره تو بده من بده من یالا نگاهت کن بینم یالا هرمی یالا خیلی دلم سوخت برامش دیگه طاقت نیاوردم. آهای منظورم بیشتره میگی نه نشونت بدم بده من ساندوی جا چش بفرما برو گوشا چش من گشتم هیچی توش نی بیا دیگی دیگی بخون نوش جون دو پسر خوشمزه هست مرغه بخون بخون نه باشم نه 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 باز خواهد کمه نه نصفش هم سیر هم میکنه تو نبودی همینش هم گیرم نمیمه خب چرا دادی بهش آخه زورشون زیاد بود ببینم تو هم دوست میشی دیگه اونا زورشون به من نرسه الله بعدم نگفتی با آقا ازاری رسیدیم به اون ترقه ترکون یکی نشسته بود تو گاریشو دام بود دام میکوبید تو سرش دام برو ما ستا یه روز رسیدیم به تابلو خم کن چهار تا قلدور کرده بودنش تابلوی نشونه گیری بعدش چهار تایی یه روز رسیدیم به همین زلزله یه دختر معصوم داداش کوچیکشو بسته بود به کوب تو بازار شربت میدید خیلی دلم سوخت برام آهای همگی بیان کنار من دیگه منم قلدار این محلم تو قرمه سبزی میده تو یه کلم تو کلم هرکی میخواد که رد بشه از این بر یا این که زودتر برسه به اون بر باید بده باج و خراجم و زود اگه نده بیفته تو درد سر قانون زور امینه وقتی که زور داری باید زور بگی زور بگی داد بکشی هوار کنی صبح تا شب بد بشی و حرفای ناجور بگی آها من دو زن و پیر و جوون فرقی برام نداره هر کی باشه باید برام حق و حساب بیاره بله حالا همه چی میخواد زور 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 من شدم زور اونا دیگه هیچکی نمیتونست بهشون زور بگه تو که انقدر خوب بودی باعث نجات همشون میشدی پس چی شد که انقدر بد شدی؟ چی شد که بد شدم؟ تو محله بیقانون حیات وقتی تو هم زوردار بشی خب خود به خود خودت میشی مثل یکی از همونا اون قلدورا مزاحما درد سرا اما اینو بدونید زوری که داریم فقط واسه شکم نیست نه چنیست واسه زیاد و کم نیست نه چنیست واسه همه چی واسه همه کس واسه همه جا همه واسه این اون پیر و جوون هر کی باشه سرا راه نیست زور ما بیچونه چرا زور 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 زور
من. زور مال من. زور مال تو. زور مال تو. زور مال ماست. یه سرپناه. زور زور یه سرپناه. زور که باشه تن بی بلاست، اگه نباشه سر بی کلاست. زور واسه ما یه راهه، یه راه پر ستاره توی شب سیاهه، توی شب سیاهه. اگه قانون باشه اما زور ما باد حواست، مثل طبل بی صداست، هیچ و پوچه، یه سرابه، یه حباب روی آبه، مثل برفه که به روش گرما میتابه. اگه قانون باشه اما زور ما خیال و خوابه. اگه قانون باشه اما زور ما خیال و خوابه. اگه قانون باشه اما زور ما خیال و خوابه. بعد از اون که تازه فهمیدم قانون یه زور جمعیه که وقتی باشه دیگه زور هیچ زورمند زورور زوردار زورگویی بهش نمیرسه. حالا واقعا پشیمونم. حالا باید دید حرفاش چه تأثیری روی بچه ها گذاشته. من اینا رو نمیدونستم. بقیه هم نمیدونستم. پاشو آخرین دفاعو ازش بکن. دیگه چه دفاعی؟ هرچی بود خودش گفت. نه پاشو پشیمونه. همونی که چند تا بچه رو از دست این قلدارا نجات داده، بعدش هم اشتباه کرد و قلدار شد. حالا هم پشیمونه. نگاش کنید. حالا شما بگید بعد چی کار کرد؟ چه تصمیم گرفت؟ نگران نباش، با این شور و حالی که تو بچه ها پیدا شده میشه قضیه رو با گرفتن تعهد حل کرد. تعهدنامه بنویس. خیلی خوب این جانب. بهش بگو امضا کنه. حالا امضا کن. چشم، امضا میکنم. آه بفرما.
این جانب گنده سگ بیشناسنامه فرزند یک پدر نادیده و مادر رها شده و گمگشته که با زورگویی خود باعث آزار بچه های محله آسمان شدند. تعهد می دهم که بعد از این در هیچ قلدری و زورگویی شرکت نکنم، بیقانونی شرکت نکنم. در آن صورت قانون به عنوان حق جمعی و اجتماعی حق دارد با من برخورد کند. امضا گنده سگ. با گچه؟ خیال کردی واسه چی دارن عکس میندازن؟ تک تک دست جمعی واسه یادگاری؟ نه خیر، اینا همش سنده، مدرکیه که بعد از این هر کدومشون یکیشو دارن. حالا تو شب بیا پاک. خب هم جنگ بین اقبتر جمشید اونجا بای نستی جمشید. خب حالا اینجا رو نگاه کن، اینجا رو عقبتر عقب همینجا نگاه کن. آفرین. چرا تخت سیاه؟ این دیگه تخت سیاه نیست، یک کتیبه است، یه کتیبه یادگاری از ماجرایی که خود بچه‌ها حلش کردن. چرا با گچ؟ تخت سیاه، گچ، مدرسه، معلم، دانش آموز، اینا یه جورایی سمبولیکه. نه آقای سگ گنده؟ بله. سلام. سلام علیکم. شما دوباره برمیگردین پیش مادام؟ نه، چرا بخوام سرباره یه پیر زن بشم؟ خب پس میخواین چی کار کنی؟ هنوز نمیدونم، اما باز واسه خودم بالاخره یه کاری دست و پا بکنم دیگه. بله خیلی متشکرم. خواهش مندم. آقا ازاری بدون اون دوستتون میخواین چی کار کنی؟ آفرین، حالا هورا بکشیم برای آقا. تماشا کن، تماشا کن چه شهری، زمین هم تکه‌ای از آسمان است. هوا آبی، هوا روشن، هوا صاف، گلی روی پل رنگین کمان است. تمام چهره ها باز چو گل های سفید و ارغوانی، فضای کوچه آرام، تمام خانه ها هم آسمانی، تمام خانه ها هم آسمانی.
تماشا کن تماشا کن چه شهری، به دلها و به لبها عشق و خنده رایت می شود، گلها و شبنم رایت می شود، باغ و پرنده. چه شهر با صفایی، تمام کوچه ها سرشار مهتاب، نسیم و چشمه میدار، دو چشمه فتنه اما رفته در خواب. تماشا کن چه شهری، زمین رام و زمان رام و فلک رام، خیابان در تبسم، تمام کوچه ها آرام آرام. تماشا کن تماشا کن تماشا، تماشا کن تماشا کن تماشا.